سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. بریم سراغ موزیک ویدیو جدید عرفان به نام تنفس. مد بکس چش و چالم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون و ترک جدید عرفان پایدار تنفس که منتظرش بودیم موزیک ویدیو و ببینیم چه کرده. صدای هم خیلی گرفته، خیلی داغونه، ولی گفتیم که ریکارد کنیم کارو. بله دیگه، به این دلیل بریم سراغ قبلش هم یه اشاره به کاور آرت خیلی خفنش بکنیم. بله واقعا کاور آرتشو دوست دارم و کار عماد عزیزه اینو گفتم اینجا بگم. کاور آرت درجه یکی زده. بله، خیلی خوش سلیقه و یه جورایی حالتیه که در به انجام شده دیگه که سرش میره تو این. آره، یه تیکه‌ای از ویدیوش آره. توی تیزرش دیدیم که آره. برای این مشخص. حالا گوش بدیم ببینیم چه کرده عرفان. برو بریم. میگیم آزادی رو میخوایم ولی یعنی چی؟ هر کسی توی سرش داره ازش تعریفی، هر کسی نظرش وقت داره رو دریدی، تقصیر تو نیست آخه غیر از اینو ندیدی. اینم دیده بودم کپشن تیزرش نشه بود و اولا که اصلا نمیدونم نمیده چی سار کنم. اول بگم فضای ویدیو رو خیلی دوست دارم، خیلی ویدیو خوش فکر و خوش سلیقه‌ای ساخته شده، در عینی کاملا مینیمالی، یه فضای دقیقا. دارک و اینکه داری واسه اون آزادی دستات بسته شده و داری تلاش می‌کنی که رها بشی، خیلی به نظرم نمادین ساخته شده. ویدیو خیلی باحاله. اون آبم اون جلو باحاله، یعنی در واقع یه کاسه تنگ آبیه، خیلی آره. زیادم نیست. خب آره دیگه، حالا اونو باید ببین برای مثلا تفکیک اینجا رو خیلی دوست داشتم چون دیده بودم تو کپشن. حتما بگم، میگه هممون کلیاتش اینه که همون میگه دنبال آزادیه هستیم ولی به همدیگه میپریم، یعنی الکی داریم به همدیگه میپریم، تقصیری هم نداریم چون معنی آزادی رو درک نکردیم، چون آزادی نداشتیم که درکش کنیم. این کلیاتشه، چون تو ذهنم بود خواستم بگم. خیلی دقیقا. به محتوای جالبی داره شما. بریم جلو دیگه به چه چیزایی می‌خواد صحبت. کسی نظرش وقت داره رو دریدی، تقصیر تو نیست آخه غیر از اینو ندیدی، یه ساحل ندیده که تو قصه شنیدی، یه غریبه یه ناشناس که اسمشو میگی، از انقلابی بودن فقط جستشو میگیری و تو همه یه کار رو تو لفزدشو میگی. خیلی دوستش داشت، چقدر حرف دل میزنه ها. خیلی جالبه، میگه آره. تو اون ساحل برای ترسیم کردن آره، تو تو این طوفانه ای هنوز، تو این دریای طوفانی آره. چون ندیدی حق داری که ببین. دقیقا میخوام بگم جامعه این روسا این شکلی شده. آره دقیقا، یعنی دسته های مختلف که بعضی موقع هم دیگر قبول ندارن، هر کی یه تعریفی از آزادی داره و بدیش هم اینه که اون دستای دیگر رو محکوم میکنه، یعنی همه دیگر رو محکوم میکنه. آفرین، یعنی نظر مخالف رو نمیتونیم بپذیریم. فکر میکنم که همه باید حتما یه نظر داشته باشیم و به هم دیگه میپریم. و میگه بعضی هم یه قشر دیگه هم داره میگنی، علاوه بر اون که میگه حالا اب نداره که چون معنی آزادی رو نچشیدی، ولی داره میگه که انقلابی هم نیستی، فقط از انقلابی بودن جستشو داری میگیری. اشاره داره به اونایی که پشت پرده نشستن فقط در حال به نظر من قربانی کردن بقیه، یعنی الکی بری بقیه رو نقد کنی، قهوه‌ای کنی، در حالی که خودت فقط پشت گوشه نشستی. آره دیگه، بعضی گوشه نشستند و هیجان زدن، این هیجانشون و این هیجان کاذبشون رو تو بعضی مواقع منتقل میکنن به مردم، در صورتی که این یه دستگی باید به نظرم ایجاد بشه. برشوه نابی بودم فقط جستشو میگیری و تو همه یه کار رو تو لفزدشو میگی، حرفاتون رو بزنیم با هم بحث کنیم، ولی نه ترسن کسی که فکرش با تو فرق داره، بهترشو بزن تو اگه میتونی و اگه نمیتونی برو کنات سخت باشه، میخوالم اون بالا دیکتاتو رو بکشه پایین، میگه تخمشو داره اگه بکشه پایین، ولی هم شات خوشگلی. خیلی خوب بود. همین خواستی بگو. خیلی جالبه. ببین یه جایی میان همه صحبت میکنن دیگه، یک به یک میچرخه، میان این همونه که نیاز اتفاقا نظرات مختلف گفته بشه، بقیه گوش کنن. بعد اینا همه سفیدن، سفید یعنی که به نظر من اون قشنگ که دنبال آزادی هست نور دیگه، ولی خیلی قشنگ هر کمشون یه تایمی اون حالا تریبون رو دستش میگیره، نظرش رو عنوان میکنه، ولی اگه مخالف بودن دیدی
چند نفر رأی مخالفتن چند نفر موافق، جارو خالی میکنه یکی دیگه بیاد حرفای همو بشنوه. اجتماع سالم هم نشون میده این وسط، شاید هم این دای سفیدن. آره ببین در این یک سال گذشته این اتفاق هم افتاد دیگه، یعنی همه اونایی هم که میگه ما آزادی میخوام آزادی میخوام، توشون دعواه. آره دعوا، یکی سلطنت طلبه، یکی اینو قبول نداره، یکی اونو قبول نداره. و بعضی شما میبینی همون داستان داره تکرار میشه، یعنی جوری از بعضی شخصیت و کاراکتر رو میان صحبت میکنن که مثلا تو فکر یاد همون داستان میفته که میگن مثلا امام بوده خمینی بوده تو ماه دیدن. ببینه کلا به نظر من که معنی آزادی یعنی این که تو بتونی آزادانه نظرتو بیان کنی، آزادانه به عقیدهی که داری پایبند باشی. یا حالا حرف بقیه رو بشنوی بچه ها، شنونده بودن هم خودش به معنی درست آزادیه ها. شنونده خوب بودن، بعضیا فقط دوگمن، یعنی فقط خودشونن. نه تو باید حرف بقیه هم بشنوی. اجتماع سالم یعنی که تو پس شنونده هم باشی، در این حد شنیدی به پذیری ها، ولی بالاخره عقل یه جایی دو تا چهار تا میکنه. دقیقاً بالا دیکتاتورو بکشه پایین، میگه تخمشو داره اگه بکشه پایین، ولی همه ما توی خودمون یکیشو داریم، اول از همه باید اونو بکشیم پایین. خیلی قشنگو گو میگه میخواد دیکتاتوری بکشه پایین، تخمشو داره اگه بکشه پایین. این دو پهلوم زد دیگه، یعنی آره هم به اون میزنه اون داستانه رو میگه که خودم خواهش دارم که، یعنی هم واسه اون کار خواهی داشتن میخواد. آره. همین که یارو شاید داشته باشه. آره. این اون نیست. آره. اون صد در صد به اون. میگه دنبالش که ما هممون تو خودمون یه دونشو داریم، اول باید اونو بکشیم پایین. دیکتاتور درون خودت درون داری، یعنی اگه میخوای به اون دیکتاتور رو بکشی پایین از خودت باید شروع کنی. این چیزی که بارها که تو گفتی دوگ نباشی. آفرین. اول دیکتاتور درون خودتو بکش. دیکتاتور کشتن یعنی چی؟ یعنی شنونده و گوینده باش، یعنی هم بشنو هم نظر بقیه رو، خب صرف نگو هرچی من میگم درسته، و همین که جرأت داشته باش و نظر خودت هم بیان کن، اجازه بده اون هم به شور و بحث گذاشته بشه. دقیقاً چیزی که کمتر اتفاق میفته جا میدنی. یه نگاه بالا به آسمون سیاست، بعد تا پرواز کنیم برا تنفس. به به آقا خیلی هستم، یعنی فوق‌العاده است عرفان. چقدر خوبه اینجا، چقدر قشنگ کورس داستان خدا بود قشنگ، چقدر خوبیه اون ملودی خون. آره. این کانکت شد و عکسش من خیلی دوست داشتم و این تیکه که خودش سر خودش گرفت کرد زیر سر خودش داشت تو اون تیزر، اصلا من فکر کنم اصلا آره. این کارو میکنه کف کردم، یعنی خودت بابا خودت داری به خودت داری خودتو خفه میکنی، خودت باعث اون خفه خودت آزادی تو خودت گرفتی. آره. اول درون خودت درست کن، اصلا دستش باز بود دیدی اون دست اومد جلو خودشو گرفت خودت باعث کرد. یعنی خیلی پیغام داشت، خیلی نمادین بود، واقعا دوست داشتم، فوق العاده بود. تو خود خودت آزادی از خودت گرفتی، خودت خودتو به نوبت خفه گیم هم که اول آقا دیکتاتور درون تو کشمایی. دقیقا عقابو داری؟ بح خیلی خوبه، خیلی دوست دارم واقعا، خیلی پیام درجه یکی داره کار و اصلا کسی بهش نپرداخته بود، به این بود انقلاب و آزادی واقعا کسی نپرداخته بود. خیلی ببین یه کردیت خیلی خفن باید به عرفان اینجا بدیم. آره. چرا؟ چون که از اون حالت تیپیکال اعتراضی سیاسی خوندن خارج شده، اصلا حرف حساب داره. ببین اینجا آرتیست پویا اینه، خب حالا بعد این یه سال بعد این خب همه ترک دادن، اوکی ترک خوب داشتیم ترک ضعیف داشتیم، حالا بیای تو واقعا دست بذار اونجا که بهش پرداخته نشده. دقیقاً، یعنی تو بیا یه بودایی راجبش حرف بزن و آرتیستایی مثل عرفان که خب اینو میدونن و میرن دنبال خیلی قابل احترام، به خاطر اینکه اینا میتونن که تأثیر خوبی رو مخاطبا بذارن. نره. و دمشگر، یعنی البته که من انتظار
داشتم و تیزرم دیدم، میدونستم یه کار خیلی خفن قرار بکنه که رو دیتیلاش خیلی فکر کرده و دمش گرم رفان واقعا. اصلا این بخش این حرفا باید گفته بشه. آره حفظ که ریاکشنه، حفظ که ریاکشنه نمیشه، ولی فکر کنم بعدا باید بجویم دوباره. تکنیکش هم دوست دارم، این کورس خوندن، این ملودی خوندن و گامای مختلف. آره کورس که حالا با اوتوتونی خوش بعد اومدی ملودیک تر شد، خیلی دوست دارم. آره دنگو دیدیم کردیم عادت به ماشه، چطوری اینا رو زنده کنیم، بریم عقب تاریخو بخونیم حفظش کنیم. چند دفعه خفه شدیم زنده شدیم، نه با کمک بیگانه بود نه حزب خودی، با هویت و هنرمون شعرمون شده، با دلسوزی های اهل علممون شده، نگو احساسی بودن امرو عیبمون شده، یه حافظه یه ضعیف دل اسممون شده. چون به به بابا حرفای حساب اینجوریه، خیلی خوبه خیلی خوبه. از اونجا که کلا میگم اشاره میکنه به این که آقا اوکی، ولی اومده میگم یه بود دیگه رو داره میگه دیگه، این که نظر همدیگه رو بپذیریم، فقط جست انقلاب بودن رو نگیری، جست این که ما آزادی میخوای ما نگیر. اگه آزادی میخوای درک کن و آزادی رو اول به خودت هدیه بده، دیکتاتور درنتو بکش، آزادی رو ببین. چی بهش میگم؟ به نظر من ظرفیت آزادی رو داشته باش. ظرفیت آزادی یعنی ظرفیت پذیرش نظر مخالف، ظرفیت شنیدن نظر مخالف. میگه ما تقصیری نداریم، میخوان اینکه تو به دنیا اومدیم جنگ رو دیدیم، فکر میکنیم همه چی با ماشه حل میشه. خب میدونی چی بهت میگم؟ اینم داره میگه. آره این نکتهش هم خیلی جالب گفت که واقعا اینجوریه. تو وقت زمانی که میخوای اول خودت باید بشناسی همه داستان، حتی تو داری راجع به مثلا کشور خود صحبت میکنی، بعد تاریخ تو بخونی دیگه. بعد چقدر هم نمادین بود که اینا که سفید پوشیدن کتابایی که میخوندن سفید ها رو یه جمعی نخواهد. آره. منظورم که از مفید چیزای مفید آنالیز کنی، بری بخونی. آره. ببینی چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، چرا همیشه خفمون کردن، حبس شدیم در خودمون و این دقیقا چیزیه. کیا پیروز شدیم و این جفتشو داره میگه که آنالیز کنیم ببینیم که کیا تاثیرگذار بودن توی دیگه. اتفاقا احساسات سرکوب نکن، خیلی جاها بوده که این شاعرها و شعرها و احساسات باعث پیروزی ها شدن، چه حالا تو تاریخمون، تو شاهنامه هم همین چیزایی رو میبینیم. شما شاهنامه رو بخونین میبینین که همه اینا توش توی پیروزی ها تاثیرگذار بوده. خیلی داره به چیزای فوق العاده اشاره میکنه. آفرین. احساسی بودن امرو عیبمون شده، یه حافظه یه ضعیف دل اسممون شده، چون که قوی ترین اصله هویته، میخوان بفروشی بره انگا کلیته، میخوان بذرشو بسوزونن گلی نده، عمیق‌تر از اینه ولی اینه کلیتش. آقا میگه شاهنامه کلیشه شده، اینا رو نگو جایی حاجی انگا فتیش توه، 30 ساله باختر آب داده کلیشه کنه، امروز 1000 سال بر ریشش بپیشه دوره. میخوان هویت تو ازت بگیرن. خب میخوان هویت تو. خیلی خوشگل ویدیو بچه، من موندم در مورد ویدیو صحبت کنم، در مورد شعر صحبت کنم، در مورد عرفان نمیدونم زوق زدم، اینقدر زوق زدم مثلا هاش بزنم قبلتر، ولی نمیخوام ریاکشن گن بزنم توش. آره دقیقا هویت مهمه و اونجا که اشاره کرد شاهنامه بله اون هویت ماست که میخوام بگیرن و این حافظه ضعیف ما کار دست اون میده. یعنی درس نمیگیریم ما. ببین شاهنامه، حالا یه چند تا چیزم اشاره کنیم که حالا کلن شاهنامه چرا هویته، میخوام بگم اینجا چرا عرفان حساب کرد. اولا که شاهنامه‌ای که فردوسی نوشته در حقیقت حفظ کرده زبان ما رو، خب زبان پارسی اصیل رو حفظش کرده به اون صورتی که بوده، که ما امروز روز میتونیم صحبت کنیم ولی همه ما عربی صحبت میکنیم بچه، و این خیلی ارزش گذاره. دوم اینکه داستانهای شاهنامه همشون برای ما نمادن، همشون پر از پیامن، مثل مولانا که تمام اشعارش پر از رمز و رازه که کل دنیا امروز روز رازهاشو کشف کرده و میدونه چقدر ارزشمنده، شاهنامه هم یه همچین نمادی برای ما. و اینجا به خاطر این به شاهنامه اشاره میکنه که برگرده به اینکه آقا قدمتتو فراموش نکن، تاریخ به این عظمت تو فراموش نکن، فراموش نکن از کجا اومدی، تو محصول این 40 سال نیستی، تو خیلی چیز فراتر از این 40 سالی. دقیقاً اینا هویت ما رو اما گرفتن. فیا کنیم برا تنفس، باز لب باز کنیم برا تنفس، یه نگاه بالا به آسمون سیاست، بعد تو پرواز کنیم برا تنفس. آره اینا بله حق ما که نتونی بیمی رو دست باز، راهو بساز نباش به ب
ببین میخوام خیلی جلو نرم که گمش کنم، ببخشید بچه میدونم زیاد دارم پاز میزنم، ولی با فریمش چون دارم حال میکنم اینجوریه. اون تیکش که همون من سانتی داشت خفه میشد، بابا تنفس بده انقدر هی نزنیم هم دیگر رو خفه کنیم هم دیگر رو، خودمون خفه میکنیم، بقیه فشاره که میارن دیدی اون خیلی اکتش شات قبلی همه اینایی که حالت جوراب اینجا کشته بودن به صورتشون این جوراب کشتن هم نشونه همون خفگی هست، خفقان و همین که میخوان همه رو یه شکل هویت ها رو بگیرن، چهره ها رو پوشونن، خب نماد اونم میتونه باشه. اینا همه خوابیده بودن رو زمین، من خیلی برام واضح نبود چون که هی دوست داشتم بزنم عقب نزدم، ولی فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم همشون همزمان با هم دستا رو میآوردن بالا، بعد همزمان پا رو میآوردن بالا، نشون دهنده همون اجتماعی که داره عرفان از اولش میگه، یعنی چیزی که از ما ساختن خب و میخوان اینجوری باشیم خب. ولی یهو عرفان اون وسط بلند شده و اون ماسکرا حالا نداره، اون خفقیه رو نداره، حالا همه هجوم بردن سمتش، انگار حالا یا میتونه به نظر من بیشتر به این نشاید نداره چون حرف متفاوت داره میزنه، به این نشاید که انگار اونا رو بیدار کرده از این خواب غفلتی، این ماشینی بودنه، به نظر من به این بیشتر اشاره داره، این نماد اینطوریه. خیلی باحال بریم جلو تا حالت ماشه بگیم ای را به ماشه بدیم ادامه مسیر رو حتی اگه ساعت بایسه نذاریم حالت ماشه ببینیم و چشا بسته باشه مایی که فقط جنگ رو دیدیم کردیم حالت به ماشه. بعد خیلی جالبه وقتی داره این حرف رو میزنه خودشو در اون آب میبینه، آب پاکیه، آینه دستش بود، آینه هست، آینه بود، میگه یه آینه بذار جلو خود اول خودتو ببین دیگه. اصلا خیلی باحاله این که شات تکراری نداره، یعنی تو کرسه اول میبینی که داره خوش خفه میکنه، کرسه دوم میبینی که نه دیگه از اون حالت در اومده، یعنی آب جلوش و صورتش هم خیسه هنوز، ولی انگار تو دیکتاتور در به خود باوری رسیدی و خودتو پیدا کردی. آینه وقتی خودتو تو آینه میبینی نماد اینه خودتو پیدا کردن، خودتو میبینی، خودتو میشناسی. اگه شما آلبوم خودهای بهرام هم آینه نمادی هم چیزی بود که ماسک تو بعد تو اون نور آینه منو آینه میبینی یا رو وارونه میرم تو آره. اینا که خیلی هم به مسخره سن نفرده بودن، خب وارونه بهرام حرف نداشت خب داستان اینه، ولی آینه منظورم نماد اینه که تو تازه فهمیدید چی شد، یعنی روشن شده بعد قضیه و دوباره توی سکانس دوم که کورس داره میخونه این کارو داره میکنه، یعنی داره تو اون چیز میکنه و خیلی دوست داره این کارو. میخوابیم و میگیم درد داره باز، امروز رو فیل کنیم فردا به گاز، دورتر از دایره دورمون رو نمیبینیم، شاه کوچیک پرگار ماست، داریم میمیریم و میریم میگیم شانس تو راست، مثل جنازه تو آمبولانس، یه گوشه نشستم پام رو پاس، منتظرم بیا کارد رو آستیشه. خیلی خوبه میگه مثل یه جنازه تو آمبولانس، میگه داریم میمیریم میگیم شانس تو راست. خب یعنی خود حرکت نمی کنیم. آره. باز این به یه قشر دیگه کلا میگم خیلی قشنگ داره میشکافه لایه‌ای که اومده توی شخصیت آدم هایی که حالا هی شعار آزادی میدن ولی هیچ کار در حقیقت دارن، یا ضربه میزنن به بدنه آزادیه خب، یا قدمی بر نمیدارن و داره اینا رو دونه دونه بهشون اشاره میکنه. حالا میرسه به این قشری که دقیقه اش کنیم میگم بالاخره میشه دیگه شانس رو، میگه من داریم میمیریم ولی میگیم شانس رو، هیچ کاری نمیکنی، آمبولانس سر صدا داره ولی در واقع توشون جسد دیگه اون مرده نمیرسه، هیچ وقت نجات نمیتونی بدی اگه بی تفاوت باشی. یه چیز دیگه هم یادم نره اشاره کنم بهش، یه جا میگه نذارین این عادت ماشه که چی ببینیم و چشا بسته باشه، این خیلی جمله باحالیه ها، میگه اینو نذارین عادت ماشه، اینا هم یه چیزی ساختن ولی نذارین این بمونه رومون که داری میبینی ولی چشاتو رو حقیقت ببندی، یعنی حقیقتو میبینی ولی دوست نداری باورش کنی یا درکش کنی. خیلی هم بخاطر منافعشون حقیقت رو میبینن، یعنی چشاشون رو به رو حقیقت میبندن دیگه. یه گوشه نشستم پام رو پاس، منتظرم بیا کارد رو آستیشه رو، داستانا راسته و تاریخ دروغه، یه تجاوز فکری که تابیخ فروه، پر کردن از دروغا تابیخ غروغت، قاب دروغا کوبیدن با میخ تو روحت، من نشه یه شعرم و ساقیش فروغه. من نشه یه شعرم و ساقیش فروغه. میگه که دورتر از دایره دورمون رو نمیبینیم، شعاع کوچیک پرگار ماست، این که داره میگه که باز همون به اون یه بودی بودن و ندیدن رو وسعت بد بدیم به دیدمون، دیدن با دیدن فرق داره خب، وسعت داشته باشه دیدت، آره به اون درکه فرق داره خب.
اینجاشو میگم، یه گوشه نشستیم و پامون رو پاس، خب منتظریم که بیاد کارا راست، یعنی به همون شانسه. میگه این یه عقیده اشتباهیه که بهمون تجاوز فکری شده، تا بیخ فرو رفته بهمون این تجاوز فکریه. اینجا حالا داره میادش یه سری اعتقادات اشتباه، میاد یه سری تابوهای اشتباه داره میزنه، قشنگ داره جای درست میزنه، اصلا واقعا داره چیزای درجه کشه میکنه. دقیقاً میخ تو روحت، من نشه یه شعرم و ساقیش فروغه، قریبی جهل و آشنایش بلوغه، فوقش صد سالی طولوه و باقیش غروبه، مگه جهنم من برم میگه جانیش شروعه. داریم عادت ما شه، بگیم ای راحت به ما چه، بدیم ادامه مسیر رو، حتی اگه ساعت وایسه، نذاریم عادت ما شه، ببینیم و چشا بسته باشه. آقا میخوام بگم که عاشق کورسش شدم و چه اکتی، چقدر خوب کار کردن. این در واقع بازیگره که هست و من دیدم تو دیسکریپشنش که اصلا یه سری تو الی بودن، یه سری تو تورنتو بودن و این یه تیم عظیمی کار کردن، خیلی کار شد و خیلی نمادینه. دوست دارم حتی این رنگا، این رنگا که جای سفیده و جای مشکی، همه نمادینه و اکت خود عرفان خیلی دوست دارم. بذاریم عادت ما شه، ببینیم و چشا بسته باشه، مایی که فقط جنگ رو دیدیم، کردیم عادت به ما شه، بذار حفظ باشم مثل تنفس، آزاد بشم مثل تنفس، حق باشم مثل تنفس، فریاد باشم مثل تنفس، بیرنگ باشم مثل تنفس. بابا خیلی دوست دارم این یکی یکی تنفس نفس برسون چی جوری هم با همون حالا برگشت دوباره اگه اشتباه نکنم توی کورس یکش برگشت گفتش که جرأت داشته باشه نظرتو بگو و جرأت داشته باشه که بشنو نظر بقیه رو، تو کورس یکش گو که باز من اینطوری فکر میکنم. حالا باز عرفان سرصد بعدا یه ویدیو خوش میسازه توضیح کامل میده. من فکر میکنم اونایی که سفید پوشیدن داره جامعه سالمتر اونجا نشون میده، خب پیشروتر داره نشون میده که اونا میومدن حرفشون رو میزدن، رد میشدن، رأی میذاشتن. میدونی چی میگم؟ نماد یه همچین جامعه. و این مشکی هم کم کم باید تبدیل به سفید بشه دیگه. حالا اول تنفس نفسم تو سن بکشن، اینایی که هویتشون ازشون گرفته شده بود، داره هویتاشون مشخص میشه، چهره ها رو آره برمیدارن و چیز میگم. خیلی باحال این تیکش، خیلی اصلا یه جورایی دل من قلبم رو لرزون این تیکه که ماسکا رو برمیدارم و خود عرفان وایساده میگید کلا ماسک برداشتن، شکستن، پاره کردن برای ما ایرانی ها آره. خیلی حس رهایی داره بچه. خب همیشه این حس بنده رو داریم، همیشه هویتمون رو سانسور آره کردن و این همیشه هست. و این صحنه، دیدن صحنه های اینطوری نه تنها که اون پشن این یه همچین چیزی رو تو ما به وجود میاره، حس این که تو نیاز داری به این آزادیه، حقته این آزادیه، یه موقعی قمش هم تو دلت میشینه که نداری، ولی یه همچین ترک هایی باید مدام و مدام گوش کنی که بدونی اشتباه کارت کجاست. یه موقع هایی نمیگم 100% مثلا 0% ارفان هایی برای تو نصیحت کنه، ولی یه گره هایی به تو داده که اگه هوشمندانه بشنوی، هوشمندانه ببینی، درکش میکنی. فریاد باشم مثل تنفس، بیرنگ باشم مثل تنفس، گرم باشم مثل تنفس، سخت باشم مثل تنفس، پشت حرف باشم مثل تنفس، آه باشم مثل تنفس، همراه باشم مثل تنفس، پاک باشم مثل تنفس، رام نشم مثل تنفس. ببین چقدر اینجا اصلا جال آنا، ببین چه صفاتی داره تنفس واقعا. آره الان این صفات رو گفت راجب تنفس، همراه بودن، رام نشدن، پشت حرف بودن، بیرنگ بودن، اصلا خیلی اصلا کف کردن واقعا طوله نفس کشیدن، یعنی یه کلمه آره که تنفس باشه، ببین چه صفاتی داره، چه تعریفهایی داره و چقدر چه تایتل خفنی داره این کار به نظرم. آره. بعد تنفسم دیدی تو اون بخی عمیق نفس میشه، یعنی رهایی و آزادی دیگه، میدونی حالت خوب میشه.
خیلی جالب بود. البته انقدر که بچه‌ها، حالا من تو دیسکریپشن می‌نویسم لینک ویدیو عرفان هم هست که می‌تونید برید باز ببینید، حتما که بارا بارا ببینید. گروه بزرگی بودن، بسیار بسیار خفن بود. و یه نکته که می‌خواستم اینکه تنفس دارید به زبان‌های مختلف، اینم خیلی باحاله. آب سنوس چقدر جالب بود، باریکلا. واقعا یکی از ویدیوهای خفنی بود که دیدم. حالا اصلا کلا کار خیلی خوب بود، خیلی چفت و بس بود همه چی با هم. جریان ویدیو علاوه بر اینکه پر از نماد بود، خیلی نمادهای مختلف استفاده شده بود، اومده بود از یه لوکیشن ساده استفاده کرد، ولی کار کاملا نمادین بود و کاملا حرفایی که توی شعر زده میشد توی کار ساخته شده بود. دقیقا مکمل هم بود. با یه دو تا رنگ ساده مشکی و سفید کاملا فضای درست رو ساخته بود و اصلا نمیدونم دیگه، فکر نمی‌کنم تعریف بیشتری به ذهنم برسه. کارگردان کارم کیا مظفری بود، اشاره کنیم. آره، تیم خیلی قوی بود. یه تیم خیلی بزرگ بازیگرا و اینا بود که کلی در واقع اطلاعات راجبش زیر خود ویدیو عرفان هست. من خیلی بهم چسبید. من واقعا آخه عرفان پایدار برای من، میدونی حرفایی که میزنه خیلی قابل لمسه. با اینکه فکر میکردم که مثلا خیلی دیرتر از ایران خارج شده، ولی فکر میکنم تو 14-15 سالگی عرفان از ایران خارج شده و باز با این حال خیلی نزدیکه با منی که مثلا تا نمیدونم 27 سالگی 30 سالگی هم تو ایران بودم. خیلی وجه مشابه داریم. اونش که آره، اصلا این حسه که میگیریم از عرفان باعث شده که ما خیلی دوستش داریم عرفان و نوستالژی برای ما کلن هم دوره یه دیگه. ولی اینکه واقعا یه سری حرفایی که الان تو این ترک عرفان زد خیلی حرفایی بروزی بود، خیلی حرفایی که شاید من تو دلم داشتم یا با یه سری ویدیو را اگه نیام کنیم گفتم همیشه. خب ولی اینکه دقیقا با دیتیل های بیشتر گفته بشه، با نگاه وسیع‌تر به قسمت های مختلف، بوت های مختلف و با این کیفیت، اونم از زبان عرفان شنیدم اینو، واقعا کیف کردم. بله. واقعا پرشنش بالاست، واقعا دمش گرم. خیلی به جای خوبی اشاره کرد، یعنی به نقطه خوبی زد، جای درستی رو هدف این موزیکش قرار داده بود. امیدوارم که اون تاثیر درستش رو بذاره، چون خیلی پیام داره توش. ببین موضوع اصلی هم اینه دیگه، ببین کار آرتیست هم اینه دیگه. ببین جنگیدن به سبک‌های مختلفه، قبول داری؟ یه همش در ایران متاسفانه همینو میگه عرفان، میگه همش آره. نیست که جلو توپ و تفنگ باشیم اینجوری. که در همه جا باید کسایی باشن و آره. از این فعالیت اینجوری بکنن. من که خیلی خوشم اومد، حتما منتظر این هستم که نظر شما رو زیر این ویدیو ببینم. مدبکس چشو چالم از هر جای دنیا که من اون ایتور میبینید، براتون رو سلامتی هم خیلی زیاد از خودتون بغل لسیاتون مراقبت کنم. خیلی دوستتون داریم، خدافظ.